مهمان ما هم سراج الدین هستن، آقای مسائل اسلامی هستن و میخواییم در رابطه با تعصب گرایی همراهشون صحبت های داشته باشم. سلام، صبحتان بخیر، ممنون از اینکه دعوت را پذیرید. علیکم السلام و رحمت الله، صبح شما همچنان بخیر، امید که سلامت باشید. بخیر و سلامت باشید. خود تعصب چی است؟ خب به نام خداوند بخشنده و مهربان، تعصب از عصبیت گرفته شده. عصبیت یعنی پای کردن. عصب خود در اصل همون رگ کلانی که در پای موجود، اونا را عصب میگن. چون که انسان ها در لحاظ مسائل اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متعلق به قوم خود، به عشیره خود و خانواده خود باشند، وایر تعصب‌گرایی میگن. وای دارای یک سلسله مذمومیت هایی است که سبب میشه جامعه رو به تباهی بکشانه. از جمله ای که هیچگاه ما نمیتونیم در مسائل دینی ما از روح و حقیقت ایمان پی ببریم و از لحاظ فرهنگی ما نمیتونیم آنچه که فرهنگ ما متقاضی از ماست که تقاضا میکنه ما باید انجام بدیم، غیر نمیتونیم انجام بدیم. و ای از ضرار داره که گفتیم اونا سبب میشوند که روحی اسلام از ما دور شود و از رحمت پروردگار به دور شود. قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در رابطه به تعصب چه ارشاداتی داره؟ در قرآن کریم و احادیث شریف آیات و احادیث متعدد هستند که انسان ها را از تعصب‌گرایی منع میکنند. چنانچه که در خداوند میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افحکم الجاهلیت یبغون. مراد از جاهلیت، اینجا مفسرین میگن که جاهلیت تعصب‌گرایی است که میگه شما آیا حکم تعصب‌گرایی را تقاضا میکنین دوباره با ما؟ یکی آمدین آنچه که از طرف اسلام مطرود شد و رد شد، پس دوباره شما با ما ایره زنده میکنین و احیا میکنین. در احادیث شریف پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید لیس منا من قاتل الا العصبیه، میگه نیست از ما کسی که با عصبیت جنگ بکنه. عصبیت یعنی که بگن که فلانی از فلانی قوم بسیار جنگاور است، فلانی از فلانی قوم بسیار شجاع و دلاور است، فلانی یه تو یک شجاعت با خود نشان داد که هیچ نظیر نداشت. این پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم بیخی کامل از ابراز بیزاری میکنه. زمانی که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم که رهبر و قدوه ما در دو جهان هستی که از ما بیزاری بکنه، پس کدام در دیگر نیست که ما دو بکوبیم و پیش بریم. دقیقاً استاد، بسیار موضوع خوب را اشاره کردین و موضوع تعصب هم موضوع خوب است. استاد، فرق بین تعصب و بخل چی است؟ تعصب خود که یست فقط تو هر آنچه که در قبیله و عشیره و آبا و اجداد خود است، خود داری چی میکنی؟ نسبت میکنی. بخل ابراز نابودی کردن از جانب مقابلی. مهم نیست که از پدر برادرت است، پسر کاکاست، پسر ماماست، هر کسی که باشه، یه را بخل میگه. تعصب وابسته به قوم، مذهب، سمت میباشد. اما بخل فقط هر آنچه که از غیر خود داره و امید نابودیش میکنه. بله، چگونه میتونیم که بخل و عصبیت را ریشه‌کن بکنیم و چه شیوه‌های وجود داره که از این بنبست بزرگ نجات یابیم؟ یگانه طریقه که ما میتونیم از این مشکلات به در بیاییم یه است که ما باید از روح اسلام و از قدوه ما باید الگو بگیریم. هرگاهی که ما در قرآن کریم، احادیث نبوی و سیرت سلف ما تحقیق کردیم، درک میکنیم که روح اسلام چیست و اضرار تعصب چقدر است. به اونجاست که ما میتونیم از این خدا دور بکنیم و از این حفاظت بکنیم. دقیقاً استاد، چرا به همین مرض اخته میشیم؟ چرا بعضی عادت پیدا میکنن که همیشه باید غیبت بکنن، یا بعضی عادت پیدا میکنن که بخیل باشن؟ اگر یک کسی دیگه هم صدقه کرده باشه، بازی بخل میکنه، میگه چرا همسایه من همین مبلغ پول یا این مسئله را برای کسی دیگه دادن؟ چرا همچه یک چیز فطرتی است این مسئله در وجود، یا شیطان غلبه میکنه بالای ما و بالاخره به این موضوع سر دچار میشه؟ نه خیر، کل از اینا که هست اقتصادی است، خود انسان خودش کسب میکنه ایره. اگر ما بیاییم با از دین اسلام کسب بکنیم، از این به دور هستیم. اگر بیاییم مربی نداشته باشیم، چیزهای دیگر بالای ما، اگر ما خود ما کسب نکنیم، خواه مخواه دیگر بالای ما میقبولانن. نظریاتشان، افکارشان، اونا بالای ما میقبولانن. اگر ما از روح اسلام به دور شدیم، خب طبعا دیگه معلوم دار است که روی غیر اسلام بالای ما حاکم میشه. اینجاست که باز ما نمیتونیم. بسیار طریق های متعدد داره. از جمله است که جاهلیت، اینمیز جاهلیت یا نداشتن علمیت کافی سبب میشه که ما به تعصب‌گرایی رو پیدا بکنیم.
دومیشی است که با اون که ما چه علمیت داریم اما قوم ما عامل میشه که ما اقوام دیگر را نقبولیم. قسمی که ابو جهل گفتن که چرا ایمان نمیاری به پیامبر صلی الله علیه و آله، در حالی که خودت معتقدم هستی اینا پیامبر هستن، پیامبر حقیقی، گفت که گفتن کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله فقط چند کلمه معدود است، اما در زیر ازی گفت گپای است که ما رو قبول کردن نمیتونه. و بر علاوه چرا گفت یک یتیم بچه آمد سر ما ادای پیامبری داد؟ این قومیتشان شده ادا قبول نکرده، یعنی این ریشه بسیار طویل مدت داره، این از دوران پیامبر صلی الله علیه و سلم موضوع تعصب بوده. نه، این از زمان خود اولاد آدم علیه السلام زمانی که چرا استاد علت و حکمتی از این در چه شده میتونه؟ چرا الله ذوالجلال و الاکرام بعضی از مسائل را فطرتی یا کسبی یا آموزشی یا نظر به سن و سال بالاخره او را میگیریم و به او میفهمیم هم که این مسئله ما که ابراز میکنیم یا گرفتیم یا تحقیق کردیم متاسفانه به هر نحوی که بوده باشه غلط هستن و ارشادات الهی در اون زمینه آمده که ممنوعیت آمدن یا هم مسائل دیگی آمده که ما را به نحوی منع کردن. چرا فطرتی هم چون مسائل در وجود یک انسان می باشه؟ خب ما دو نوع نخست رو بیان بکنیم که ما دو نوع دشمن داریم. یکی دشمن مری است یا دیدنی که امنو انسان است، یکی دشمن غیر مری یا جنی است که او شیطان است. از ما از دشمن جنی که در دشمنان انسی ما بیشتر کوشش میکنن که ما به این منجلاب گرفتار شیم. مثلا استعمار که ما مدعیش هستیم که استعمار با ما اضرار داره، استعمار میآید روح دین ما را معکوس میکنه و قسم دیگه به ما بیان میکنه، در حالی که ما یک زمانی بود که ما در سرزمین اسلام حکمرانی میکردیم. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه میگه که ای باران میگر جایی که میباری ببار، فقط خراجش به ما میاد، در سرزمینی که میباری ببار. اما حال چی شده؟ حال ما برعکس شده. امروز ما امیر نمیتونیم که می مشکلاتی که است ما را بیان بکنیم و کسایی باشن که ما را تربیت بکنن، اما کسایی که خود مربی میگیرن خودشان در مشکلات گرفتار هستن. هیچ گاهی اگر در یک مسائل میآیند حقیقت بیان میکنن اما در مسائل دیگر قسمی گرفتاری میشن. درست است، چون که اصل نکته را اشاره بکنیم، نشناختن از دشمن حقیقی است. نشناختن از دشمن سبب میشه که انسان به همچون مشکلات ها گرفتار شد. بله دقیقاً. استاد یک اشاره برای ازی داشته باشین که تعصب را ربطتن با اخلاق. ربط تعصب با اخلاق است، خو اخلاقیات از جمله روح اسلامیات است که اسلام از ما هر آن چیزی که ما در اخلاقیات حسنه داریم اسلام با ما امر کرده که ما باید کارا را انجام بدیم. اما برخلاف از این در مقابل از این تعصب‌گرایی وجود داره. تعصب برخلاف از این قرار داره. مثلا دین اسلام میگه که این عمل مؤمنون اخوتون، مسلمان ها هر آن کسی که کلمه گوی هستن برادر هستن. این مهم نیست که از سرزمین افغانستان هستی از امریکا یا روس از در کشور. استاد بینوانی آخرین سوال میخوایم سوال را مطرح بکنم که چگونه میتونیم از این پدیده شوم رهایی پیدا بکنیم؟ خب یا بهترین طریقه است که ما باید در قدمی نخست به قرآن کریم مراجعه بکنیم و از احکام الهی پند بگیریم و هر آنچه که امر شده با ما انجام بدیم و هر آنچه که نهی شده نهیشیم. دوم ارشادات پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم است، قسمی که اونا در این زمینه بسیار چیا داشتن، راهنمایی داشتن و سعی میشن در عملکرد سلف صالح یا تابعین تابعین ما میتونیم به اونا اقتدا کرده و از این مشکلات خدا به دور بسازیم. ممنون تان، سلامت باشین. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. همچنان سلامت باشین. بخیر و سلامت باشین.